روز سوم می در روز بین المللی آزادی مطبوعات در اینترنت یک سامانه جدید خبری و تحلیلی توجکی به نام آینه روی کار آمد. این سامانه در اینترنت در سراغه آینه ORG دسترس است و به زبانهای توجکی روسی و انگلیسی مطلب نشر می کند. سامانه آینه از جانب عبدالله تورایف یک فعال توجک مقیم اروپا و همفکرانش تأسیس یافته تحت شعار مذهب زنده دلان خوب پریشانی نیست وارد میدان شده است. در معرف نامه سامانه گفته می شود که سایت آینه یک پایگاه تحلیلی مستقل است و این تورنمو به هیچ گروه سیاسی رسمی یا غیر رسمی در تاجیکستان و یا بیرون از آن رابطه و همکاری ندارد. اساسگذاران آینه می گویند این سامانه پورا از حساب آیت ایجادی سرمایه گذاری می شود و آماده است تمام مطلبی را که بدون غرض و بر اساس دلایل انشا شده شان و شرف کسی را پست نمی زند، کسی را تومت نمی کند، منتشر نماید. آینه همچنین وعده داده است که مطلبی را هم که با موقع نشریه سازگار نباشد نشر کند. ظهور باز یک پایگاه خبری پیرامون حوادث تاجیکستان در خارج از کشور در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش که روز 3 می نشر شد گفت شماره هرچه بیشتر ژورنالیستان ترک تاجیکستان می کنند، آنهایی که در کشور باقی ماندند دست به خود سانسوری می زنند. فشارهای حکومت شماره زیاد رسانه های مستقل از جمله روزنامه آزادگان و سامانه اخبار را وادار کرد که بسته شود و ده ها ژورنالیست را مجبور به ترک کشور کرده است. دائم مسدود کردن سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی عمده بسیاری از رسانه های تاجیکستان را مجبور کرده است که فعالیت خود را در خارج برا بگذارند. با وجود انتقاد از وضع آزادی مطبوع در تاجیکستان، خبرنگاران بدون مرز در ردبندی امسالش تاجیکستان را از لحاظ سطح آزادی مطبوعات در بین 180 کشور در موقع 152 گذاشته است. این 10 زینه بلوتر از موقع یک سال پیش این کشور در ردبندی خبرنگاران بدون مرز است.